کم داشتم اینجا چرا افتاده 25؟ خوب دقت کن، پس این x شد 12.5. من اینجا می نویسم 12.5. به به، همون چیزی که ابتدا کم داشتیم نمیدونستیم. الان شد 88 به روی 112.5. مخرج چی بود؟ 100 به علاوه 12.5. پس حساب کتاب ما کلا میشه همین، 88 به روی 112.5 ضرب در 100، که حالا 100 واسه این ما مهم نیست. گزینه ها رو ببین، 78 74 78 74. پس جوابت یا 78 یا 74. تو خدا وکیلی اینقدر وقت میذاشتی و به این عدد میرسیدی، باز هم اگر محاسبات بلد نبودی اینجا پشتک میزدی رسما. قبول داری؟ بله استاد. اوکی، بریم یه کار باحال انجام بدیم. من میخوام از 3% خطای اسکندری استفاده کنم. خوب دقت کن، گزینه یه مقدار خطرناکه بچه ها، تو رنج 70-80-90 سه اختلاف کافیه. اینجا دقیقا هم که نگم بهتره، تقریبا 3 اختلاف داره، یه خورده خطریه. بیشتر از 3 اختلاف بود ما عشق میکردیم، ولی اینجا تقریبا همون 3 اختلاف، 3 و خورده ای، سعی میکنیم با دقت رفتار کنیم. آه 3% خطای این مخرج، تو اینو دو رقمی میبینی دیگه، 11.25. عدد کناریش چنده؟ 1. دوبار نصفش کن میشه 25%، نیم تا بذارش میشه 75%. 3% خطای اسکندری میگه این عدد رو میتونی 75% جا به جا بشی. 11.25 میخوام دارم دیگه، 11.25 میخوام 75% برم جلو، یعنی دقیقا 3% خطای اسکندری رو کلش رو استفاده میکنم. این میشه چی؟ میشه مخرج 12. 88 عدد کنارش چنده؟ 8. دوبار نصفش کن میشه 4. 2 نیم تا بذاروش میشه 2.5. پس اینم دقیقا 3% خطای اسکندری رو داشته باشیم، میشه 90.5. که میگم الان 3% رو استفاده کردم، مخرج شد 12، اینم 3% خطا رو زدم روش اضافه کردم، شد 90.5. تا الان عملا خطایی انجام ندادم، چون واسه هر کدوم 3% خطا بردم بالا. اوکی، من میگم این 90.5 رو، اون نیمه رو فعلا نبینیم، آخر سر تأثیر میدم. 90 رو هم که میتونیم 9 ببینیم. اوکی، یعنی 9 تقسیم بر 12 که به 3 ساده کنیم میشه 3/4. 3/4 چنده؟ 75% یا همون 75. حاصل این میشه 75. 75 تو رو به شک میندازه. 75 هم بین 78 هم بین 74، کدومو انتخاب کنم؟ میگم وایسه، مگه ما صورت که 90.5 بود 90 فرض نکردیم حاصلمون شد 75؟ این صورت رو 90 فرض کردیم جوابمون شد 75، ولی این که 90 نبود، 90.5 بود، از چیزی که ما فرض کردیم بیشتره. صورت رو پیشتر کنی حاصلت هم باید بیشتر بشه. کدوم عدد از 75 بیشتره؟ 78.2. یعنی جواب یا 1 یا 3. 2 و 4 رد شد. یعنی قسمت سخت سوال دقیقا تا همین جاش بود. عملا من میگم سوالو چیزی داده که تو نتونی حل کنی. اگه یه سوال من قرار باشه توی این کنکور حل نکنم همین سواله. اما خوب کار کردیم دیگه. بگذاریم، من با اجازتون اینا رو دیگه پاک کنم. جوابمون شد یا 1 یا 3. ما دیگه این قسمت ها رو کات نمیدیم، که گرچه تایمم خیلی دیگه داره طولانی میشه. من میگم ما وسواس به خرج میدیم به خاطر همین اصا. خب بگذاریم سوال، و اگر جرم نمونه اولیه 35.5 گرم باشه؟ خوب دقت کنید، وا ویلا، عجب سوال نامردی. بچه میگه نمونه اولیه هم 35.5 گرم باشه، چند گرم ماده نامحلول در آب تشکیل میشه؟ بچه نامحلول اونی که حالتش جامد باشه، گرم این رو ما میخواییم. یا بسم الله، گرم اینو داده، گرم اینو میخواد. ضریبو بزن تو مولش، ضریبو بزن تو مولش و برو استفاده کنیم. آقا ضریب این چنده؟ 1. دو تا فلش تو بذار، ضریب اونم از شانسمون 1. آخ جون حله،
گرم این چقدره؟ 35.5 گرم. گرم به روی جرم مولی همان مول هستش. ما این پایین الان باید جرم مولی کیو بذاریم؟ Na2SO4. یا بسم الله خدایا استاد، ما الان باید سر جلسه کنکور دوتا سدیم یک گوگر چهار تا اکسیژن رو میشماردیم؟ به ظاهر بله، اما خیر سرمون، من گفتم شما بنیانها رو بلد باشید بچه ها. مثلا یکیش هم